با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه 20 است، ماه نوامبر، 29 آبان است. همطور که روی صفحه میبینید و به عرض رسوندم، از این چهارشنبه یک سری برنامه جدید رو آغاز کردیم به همراه خانم محبوبه حسین‌پور. اجازه بدید که در همین مقدمه عرض ادب و احترام بکنیم به خانم حسین‌پور، تشکر کنیم از همه فعالیت‌هاش در این سال‌ها. عزیزانی که رسانه‌ها رو دنبال می‌کنن حتما با نام و چهره خانم محبوبه حسین‌پور آشنا هستند. این بانوی بزرگ سال‌هاست به خونخواهی برادرش داره تقلا میکنه و در تمام این اکسیون ها، تظاهراتی که در این سال هایی که من در این لس آنجلس، یعنی در جنوب کالیفرنیا هستم، البته ایشون در لس آنجلس، من در جنوب کالیفرنیا هستم، ایشون تو تمام این مراسم ها من دیدم چگونه فعالانه مشارکت کرده و همین الان هم که این آشوب و در حقیقت در ایران هست و جوانان به پا خواستن، مردم ایران نشون دادن از هر قشر و طبقه ای. صبح هم اگر دنبال کرده باشید، ما یه برنامه ویژه داشتیم از تظاهراتی که در شهر فرانکفورت آلمان بود، آقای فرشید نصرالله مهر کرد و این برنامه رو برای ما صبح گزارش مستقیم کرد از اونجا و دیدیم آدمایی که حرف زدن یکی یکی چگونه تنفر و خشم خودشون رو به این نظام ابراز داشتن. خانم حسین‌پور سلام میکنم به شما و تشکر میکنم از همه مهرت به میهن. سلام دارم حضور شما جناب بهبهانی گرامی و سلام به همه هموطنانم در سراسر جهان، به ویژه در وطن اشغال شده ما ایران و مخاطبان گرامی تلویزیون شما میهن تیوی. و من هم سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در این بزنگاه خطیر در اختیار من گذاشتین. اجازه میخوام که در آغاز سخن همدردی خودم رو و ابراز قدردانی از ملتی که الان در داخل خیابونهای ایران اسیر به گروگان گرفته شده و صدایی نداره. من این درد بزرگ رو تجربه کردم که شما زمانی که دادخواهی داری اما همه دروازه های جهان رو به روی تو بستن، چه احساسی داری؟ من احساس خانواده هایی که در طی هفته گذشته جوان دادن رو به خوبی درک میکنم که هیچ فریاد رسی ندارن و صداشون جای منعکس نمیشه. من اگر این شانس رو، البته با تلاش بسیار و پرداخت هزینه بسیار از جوانب مختلف، پیدا کردم که امروز در خارج از کشور صدای خودم هستم برای دادخواهی خودم و برای انعکاس مظلومیت مردمی که شرایطی چون من رو میگذرونن همچنان در داخل ایران. خب این واقعا یک موقعیتی است که باید قدرش رو دانست و ازش استفاده کرد برای همراهی و همسویی باشم. من خیلی متاسفم که نتونستم احساسم رو کنترل کنم. نه عزیزم، راحت بذار بریم. خانم حسین‌پور از اصل شروع کنیم، چون این مقدمه است و از هفته آینده شما خودتون برنامه رو اداره خواهید کرد. فقط برای اینکه عزیزانی که کمتر با شما آشنا هستن، میدونم که همه این دوستان فعالیت‌های شما رو دنبال کرده، اما بریم سر ماجرای برادرت اردشیر حسین‌پور، این دانشمند. چه اتفاقی افتاد؟ چی بود؟ یه کوتاه راجبش برامون یه گزارشی بده بریم که چی بود. خواهش میکنم جناب بهبهانی، در لحظاتی قبل که داشتیم آماده میشدیم که بیایم روی آنتن، خدمتون گفتم یه کامنتی همین الان هموطنان به فاصله ربع ساعت قبل، یه خانومی در همین لس آنجلس، اسمشم به نام خانم شری الوندیان، همین ربع ساعت قبل
آمده و کامنت گذاشته زیر یکی از پست های من که برادر این خانم رو اسرائیل سر به نیست کرده، اما خودش داره برای اسرائیل خود شیرینی میکنه. ببینید، از آخر میخوام برم به اول. این گفتمان ها و این پارازیت ها در اپوزیسیون باعث شده جمهوری اسلامی خوشحال و خندان و جفتکندازان پروژه های خودش رو بتونه به راحتی پیاده کنه روی افکار عده‌ای. برگردیم به 13 سال قبل، برگردیم به 15 سال قبل. برادر من دکتر اردشیر حسین پور متولد شب یلدای 1341 که از کودکی بارقه های نبوغ درش پیدا بود، در 15 سال قبل که جوانترین دانشیار دانشگاه های ایران بود در رشته فیزیک، دکترای فیزیک اتمی داشت، دانشیار دانشگاه شیراز بود، در قامت متخصص غنیسازی اورانیوم و الکترومغناطیس هم درس میداد، در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا و هم پژوهش میکرد. این مرد که در سال 1383 در اوج شکوفایی علمی و فعالیت‌های آموزشی بود، بهترین دانشجو از زیر دستش می‌مادن بیرون، مشکل‌ترین مباحث علمی رو در وادی فیزیک و ریاضی تدریس می‌کرد، با دستور غنی‌سازی 20% اورانیوم مواجه شد. اردشیر حسین پور از سال 1381 به عنوان متخصص غنی‌سازی اورانیوم تا 3.5% انجام میداد برای کارهای مختلف پژوهشی و مقاصد هسته‌ای در چهارچوب موازین سازمان ملل و تحت نظارت اونجا. البرادعی که دوبار اومد ایران با اردشیر حسین پور ملاقات کرده بود. 3.5%. با دانشگاه مختلف جهان هم برادر من طبیعتاً در مراوده بود، مقالات علمیش می آمد، حتی اساتیدی که به خود چون خودش علاقه به سفر خارج از کشور نداشت و مشغله هاش انقدر زیاد بود که براش محلی از اعراب نداشت، مقاله هاش رو اساتید دیگری که سبتیکال می گرفتن یا سفری به خارج می کردن، مقاله ها رو اردشیر به اونها می داد، اینا می اومدن توی سمینارهای علمی منعکس میکردن، میخوندن، ارائه میداد. پس با محافل علمی تراز اول جهان در وادی فیزیک در ارتباط بود و 3.5% هم غنیسازی میکرد، غنیسازی اورانیوم. در سال 83 برای اولین بار با دستور غنیسازی 20% مواجه شد و از همانجا بنای تمرد و مخالفت و توجیه و هشدار با این مجموعه شیطانی رو گذاشت. 2 سال تمام چالش کرد، انواع ترفندهای مالی موقعیتی رو به کار بست جمهوری اسلامی به لحاظ موقعیت و مقام و اینها که نمیتونست کاری براش بکنه. اردشیر خودش در بالاترین مدارج علمی شناخته شده بود و داشت کارش انجام میداد، به لحاظ مالی مثلا، به لحاظ موقعیتی که پست اجرایی بدن، پست های اجرایی که براش بسیار مضحک و خنده‌دار بود، موفق نشد. زن با هزاران هکتار زمین بهش بدن، از خانواده حکومتی، از خانواده بادامچیان رو هنوز به خاطر دارن، که خب همه اینها رو با پوزخندی رد کرد و پاسخهای دندان شکن داد. نهایتاً که موفق نشدن اردشیر حسین پور رو به شکل یک دانشمند در اختیار در بیارن، با یک توطئه بسیار کثیف، بسیار خائنانه، مردی رو که در بیداری حریفش نبودن مگر اینکه با سلاح گرم و از پشت سر بزنن، مثل خیلی های دیگه البته، در خواب در سحرگاه 25 دی ماه 85 در شیراز ترور کردن و
و در اون مقطع من شوربخت به عنوان خواهر بزرگتر اردشیر حسین‌پور به عنوان اون خواهر شره، من خودم هم بچه دانشگاه شیراز بودم، من ورودی بهمن 1364، اردشیر ورودی مهر ماه 1363، یک سال و نیم از من کوچکتر اما زودتر از من وارد دانشگاه شد و من 21 سال او 22 سال در اونجا از مقطع دانشجویی تا دانشیاری 22 سال طلایی رو پشت سر گذاشت. من در مقطع من تدریس می‌کردم، نه در دانشگاه شیراز، من اون در اون و طبیعتاً در وادی علوم انسانی بودم، من در یک چاره ادبیات دیگه، اون طرف دانشکده فیزیک بود، این طرف دانشکده علوم انسانی. من در دانشگاه درجه 2 و 3 درس می‌دادم اما بچه دانشگاه شیراز بودم. 21 سال از عمرم اونجا گذشت در سه مقطع و با بسیار مصیبت‌هایی که هر بار برای صعود به مقطع بعدی داشتم به لحاظ گزینش و چالش و این. اینها میدونستن من در خارج از کشورم، از وفاداری من به خانوادم و به اردشیر، از قسم خوردگی من برای جان فدایی به برادرم خبر داشتن، طبیعتاً از برد سازماندهی من هم خبر داشتن، برای که هزینه فروکش کنه و دانشجوها و محیط در سکوت و خفقان مطلق و بدون حضور من که میتونستم فرد مؤثری باشم در اون مقطع برای بالا بردن هزینه، در حالی که من خارج از کشور بودم، این پروژه شوم رو عملی کردن و فقط مادر داغدار من بود و یک خواهر کوچکتری که اساساً توان حمل این مصیبت رو نداشت و در همون مقطع خودش در بیمارستان افتاد و اولین و تنها فرزندش رو سقط کرد. طبیعتاً همه سررشته کارها به دست خود این نابکاران افتاد. تا اینجا بسیار ممنون ازت. اما شما این دادخواهی تو بردی پیش خانم شیرین عبادی، چه اتفاقی افتاد؟ خانم عبادی چه تلاشی در این زمینه انجام داد؟ بله، من باز یکم برگردم به عقب. در سحرگاه 25 دی ماه که اردشیر حسین‌پور در آپارتمان های خیابان ساحلی، اون بلاکی که مال اساتید دانشگاه هست در خیابان ساحلی پشت دانشکده مهندسی شیراز، در اون آپارتمان کوچیک خودش طبقه سوم، اون ساختمان سه طبقه است و آپارتمان اردشیر در طبقه سوم بود، با وجودی که 25 شب از ازدواج اردشیر میگذشت، همسر نو عروسش که یک سال و نیم قبل از اون اینها در مراحل آشنایی و بعد عشق و نامزدی و اینها بودن، در خانه نبود. اون ماجرای جداگانه که بعداً رو خواهم پرداختم، الان نمیخوام به این شکل واردش بشم. اردشیر در اون شب تنها بوده و هیئت مرگ بر پشتوان حاضر میشن و با اون سازوکاری که باز الان نمیخوام توضیح بدم فعلا، جوان ما رو، فرزند برومند و شرافتمند وطن رو در خواب با گازی که به داخل اتاق میفرستن، به داخل آپارتمان میفرستن، در 3 دقیقه میکشند و به شکلی که وقتی که همسر برادر من سارا عراقی، فرزند حسین و معصومه، وارد آپارتمان میشه صبح اون روز، برای اینکه میره دانشکده میبینه شوهرش نیست، خودش کلاس داشته با اردشیر، خودش دانشجوی اردشیر بوده، میبینه نیست، به تلفنش هم زنگ زده بوده جواب نده، میاد میبینه دانشجوها هم سرگردونن توی راهروهای دانشکده، از دانشکده مهندسی تا منزلشون که هجلگاه و قتلگاه توامان اون جوان دلاور بود، 5 دقیقه 6 دقیقه پیاده روی، خودشو میرسونه، درو باز میکنه، یعنی تنها و اولین کسی که وارد صحنه قتل میشه همسر برادر من بوده. حالا هولوحش ساعت 8:30 صبح، تا ساعت 9 صبح بر اثر شیونی که ایشون میکنه و اینها و
ساختمان شلوغ میشه و آمبولانس میاد و اینا، حدوداً ساعت 9 صبح روز دوشنبه 25 دی ماه 85 خبر در دانشکده مهندسی منعکس شده بوده. بچه‌ها دانشجوی اردشیر به دکتر علیرضا نوریزاده خبرنگار در لندن زنگ میزنن. خود من در اون مقطع در لندن بودم، ولی من علیرضا نوریزاده رو نمیشناختم. مشغله های ذهنی و کاری من در این وادی نبود. از توی سر صحنه، از داخل ایران، از دانشکده مهندسی، دانشجوهای برادر من میرن و بهشون زنگ میزنن و این آقا که نمیدونم با اختلاف زمانی چطور بوده، فوری میاد آماده میشه و میاد و روی خط تلویزیون کانال یک که این سوی جهان و نصف شبم بوده، هر جوری بوده، خلاصه میاد روی آنتن و این خبر رو پخش میکنه که یک استاد دانشگاه به نام که دانشمند فیزیک اتمیست در شیراز کشته شده و دانشجوهاش به من خبر. خبر به این شکل پخش میشه. حالا داستان که چه میشه خانواده و من که در لندن بودم چطور در محاصره خبری بودم با تهدید امنیتی که روی مادر من و همسر من، همسری که همین الان اون طرف روبروی من نشسته و بیمار هست، اینها چطور تهدید شده بودن که من در محاصره مطلق خبری باشم، تا خارج از کشور هستم تا برسم، که همینم شد و رسیدم و با اون شوک عظیم در غلطیدم. به فاصله یعنی کشته شدن اردشیر حسین‌پور به دست جمهوری اسلامی برای همه محرز بود، در شیراز، در محیط آکادمیک، برای همه سوابقش، روحیاتش، چالش‌هاش، همه اینها برای دانشجویانش، دوستان و دشمنان، حالا خانواده که سهله، برای هر کسی که به نوعی با اردشیر سر و کار داشت آشکار بود و درجه اختلاف نظر و اساساً اختلاف شخصیت و ماهیت او با این سیستم نابکار مشخص بود و همه این رو میدونست. اما من به فاصله یک سال از این مصیبت، یک سال و دو سه ماه، در حالی که بسیار تحلیل رفته بودم به لحاظ جسمی، یک روز از توی خونم یه فکس زدم به دفتر آقای عبدالفتاح سلطانی که اون موقع از طریق رسانه ها اعلام کرده بودن که 6 وکیل حقوق بشر داره فعالیت میکنه که سخنگوش خانم شیرین عبادی است و اعضاش هم آقای عبدالفتاح سلطانی، خانم نسرین ستوده، شادی صدر، محمد دادخواه و یادم نمیاد حالا یکی دوتا دیگه شون. اینها رو من یادم. من شماره آقای عبدالفتاح سلطانی رو پیدا کرده بودم و فکس زدم به ایشون. یادمه که فکسی با دست خط، با دست لرزان بسیار بدخط نوشتم و همون رو فرستادم. دست نویس. به فاصله 2-3 ساعت منشی ایشون که یک خانم شیرازی بود، با لهجه شیرازی صحبت میکرد، با من تماس گرفت و گفتش که ما فکسی از شما گرفتیم. چیه اینا؟ گفتم بله به این شکل. و من یک ساله که در این مصیبت ما داریم میسوزیم و احدی جرأت نزدیک شدن به ما رو نداره و هیچ جا رسانه‌ای نشده اینجا. گفتش که آقای سلطانی با تماس میگیره و گرفت. این مرد شریف و بزرگوار با من تماس گرفت و به من وقت ملاقات داد و گفت بیا برای مثلا هفته بعد. و من با این اتوبوس‌های ویژه اون موقع میگفتن که سری و سیر بین اصفهان و تهران، در اون مقطع من ساکن اصفهان بودم، چرا که آرامگاه برادر من رو مادرم خواسته بود در اصفهان باشه که خودش هم ساکن اصفهان بود، ما هم به خاطر این مصیبت ساکن اصفهان شدیم که در مصیبت‌ها خانواده در شادی کنار هم بوده، در مصیبت هم کنار هم باشیم. خانواده هم نبود، من و مادرم و یک خواهری و همسرانمون و جوانمون که در اون خاک خفته بود به جور این نابکارا، مثل همه این جوانایی که تو این چند هفته به خون افتادن، مثل هزاران خون ناحق دیگری که بر زمین افتاده و ما باید حواسمون باشه که این خونهای ریخته پایمال نشه. من رفتم با اون اتوبوس های سری و سیر، یه روز حتی نگفتم به مادرم، حتی نگفتم به همسرم، خودم رو رسوندم به ترمینال،
چون همیشه این اتوبوس اونجا آماده هست. و وقتی که داشتم مثلا میرفتم زنگ زدم گفتم من دارم میرم تهران وکیل رو ببینم. اون طفلکی هم که نمیتونستن من کنترل کنن، خودشونم توی موس. رفتم و دفتر آقای سلطانی حاضر شدم. آنچه را که داشتم از که نشون دهنده موقعیت علمی اردشیر بود و برگه پزشکی قانونی که فقط یک کلمه روی اون نوشته بود مسمومیت با گاز شبه مونواکسید کربن، اینا رو بهشون دادم. خب متوجه موضوع بود، گفتش من برات وقت میگیرم از خانم شیرین عبادی. هموطنان دقت کنید، این که من دارم به شما میگم تابستان 1387، یعنی یک چیز حدود یک سال و 3-4 ماه بعد از ترور اردشیر. اولین باری که تونستم از در خونه بیام بیرون، سر پا وایسم. وقت برای من گذاشت، گفت بهش بهت خبر میدم، من برگشتم. البته خونه یکی از دوستان بسیار عزیزم اتراق کردم. تمام گوشه های زندگی و خاطرات ما رو این نابکاران به خون کشیدن. دوستی که روزهای شاد و لذت بخشی بسیاری با هم داشتیم، حالا پذیرای من در اون اوج سوگواری و فروپاشیدگی بود. همچنان باز شب اونجا خونه اون دوست عزیزم بودم و در شهرک غرب، یادش بخیر. و فردا دوباره با همون اتوبوس های سری و سیر برگشتم به اصفهان. زنگ زد آقای سلطانی، وقت ملاقات رو برای 2 هفته بعد من داد، گفت خودم باهات میام، میریم دفتر شیرین عبادی. دوباره همین مسیر رو من 2 هفته بعد طی کردم و رفتم و این بار در معیت آقای سلطانی. فاصله دفتر ایشون با دفتر خانم شیرین عبادی که چیزی در حدود ربع ساعت پیاده روی بود، هر دو در حیطه پل کریم خان زن با هم، در صورتی که مدارک من داده بودم آقای سلطانی زیر بغلش گذاشته بود و قدم زنان می رفتیم، هوا هم گرم بود و من بسیار مرتعش، ملتهب، سوگوار، خشمگین، دادخواه و مصمم. همه اینا رو فکر کنید، این احساسات در من بود و اون مرد بزرگوار بفهمید و سعی داشت که به من کمک کنه، به من امید بده که این دادخواهی به نتیجه میرسه. ما رفتیم دفتر خانم شیرین عبادی و با آقای سلطانی هم بعد از یکی دو نفر که رفتن و بعد از داخل دفتریشون اومدن بیرون، یعنی از اتاقش، رفتیم داخل. آقای سلطانی توضیحاتی داد و خانم عبادی از من پرسش هایی کرد. یادمه که نمیتونستم در حالت نشسته براش توضیح بدم، یه بردم روی دیوار دفتر، یعنی همون اتاق خاص خانم عبادی بود، گفتم میتونم برم وایسم اونجا و براتون رو برد با نمودار و اینا بکشم. و رفتم و در حالی که داشتم توضیح میدادم و تاریخ یا زمان یا چیزایی رو به شکل نمودارم روی برد میکشیدم با ماژیک، حالم بد شد به شکلی که ترس نگران شدن، خواستن زنگ بزنن به اورژانس، یعنی فشارم افتاد پایین دیگه. این چیزی که در تمام اون سالها بود. و ادامه دادم، متوجه شد، گفتش که من هیچی رو اینجا نمیتونم نگه دارم، چون اینجا میریزن تو دفترم مدارک و فلان میبرم، اینا دست آقای سلطانی باشه، اما تو سمت قانونی نداری، یا مادرت باید این دادخواهی رو که ولی دم هست، خب ما میدونستیم، این کارو پیگیری کنه، یا همسرش. خب همسرش که نمیتونست این کارو بکنه و اصلا نمیتونست، اون عاشق اردشیر بود، ولی خانواده او در چیدن اون توطئه نقش داشتن در اون شب که این زن و شوهر عاشق و ابتدای ازدواج از هم جدا باشن. اون که نمیتونست بیچاره وارد بشه، ما هم نمیخواستیم، ناموس برادرمون بود، به قول مادرم میگفت ناموس یه دونه پسرمه، نمیخوام که با دست وزارت اطلاعات بیفته، حساب خانوادش از خودش جداست. و مادرم، خب گفتم به خانم عبادی، گفتم قربون خانم میدونی مادر من زنی بسیار سالم، فعال، شجاع و واقعا یک شیرزن اسیر بختیاری بود. در سن 70 سالگی با زنان 50 ساله از همه نظر برابری میکرد، اما به ناگاه بعد از برادر من آب شد و خیلی زود هم به او پیوست. گفتم مادر من مریضه و نمیدونم چقدر دوام بیاره، ولی میاد. گفت باشه. من رفتم ماجرا رو با مادر گفتم، گفت تازه مادرم از منم حمایت میکرد در همون موقعیت. و قبل از این که مادر من بتونه خانم عبادی رو ببینه،
خانم عبادی از کشور خارج شد. ما گفتیم خوبه دیگه، اومده خارج از کشور اقلا یه اشاره میکنه به این موضوع. خبری نشد. با آقای سلطانی با ایشون مرتب، حتی یادم با خانومش تفلکی یا اینا هم دوچار چه تناقض ها و تو چه فضاهای دوگانه اینا مجبور بودن که فعالیت کنن و کار کنن و با مردم سرکله بزنن. یکیش خودم میگفتم خانم معصوم دهخان، من واقعا شما رو تحسین میکنم از اینکه توی این موقعیت روی تلفن عادی داریم با من صحبت میکنیم. تلفنی که اون موقع واتساپ و این چیزام که نبود، چه تلفنی که مشخصا از هر دو سو کنترل میشد. به هر حال خبری نشد و نه خانم عبادی کاری کرد نه آقای سلطانی تونست چیزی کاری از پیش ببره. و حتی من یادم یکی آقای سلطان با مادرم رفتیم اصفهان، رفتیم یک بار رفتیم تهران یک بار که مادرم مستقیما به آقای سلطانی بگه این رو تصریح کنید. به فاصله 4-5 ماه که خانم عبادی از ایران خارج شده بود و هیچ چیزی هم ندیدیم، قول قراری دوباره گذاشته شد. گفتن آقای سلطانی گفت من یک وکیل شجاع میخوام در شیراز پیدا کنم که تحقیقات محلی انجام بده. هنوز سال 78 احتمالاً اواخر 70، یعنی دیگه هوا زیادم سرد بود با مادرم رفتم، فکر میکنم بهمن یا اسفند بود. به هر حال اتفاقی نیفتاد. سال بعدش آقای عبدالفتاح سلطانی به زندان افتاد، مادر من هم پر کشید و رفت. هیچ من نه اختیاری داشتم نه یار و یاوری و نه پناهی. تا اینجا بسیار ممنونم، خیلی مفصل خوب توضیح میدی و برای من بسیار بسیار جالب و لذت بخشه. اما اجازه بده که اینجا یه مشکلی دارم اینو برطرف بکنم. عرضم به حضورت که شما بعد از این یک ماجرا داری و سفر میکنی به کنیا و اونجا به بخشی از سازمان ملل مراجعه میکنی، مربوط به اواخر سال 2009 در مورد ثبت این جنایت. اون واقعه رو تعریف کن برامون که چه اتفاقی افتاد. سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده این ما را. این وصف حال من و خانواده من بود بعد از جوانم، بعد از یه دونه جوانم. بله، زمانی که من دیدم هیچ خبری از برون مرز نشد، آقای سلطانی هم که گرفتار بود و بدون حمایت خانم عبادی هم نمیتونست کاری بکنه، و یک سال و نیم، دو سال تقریبا، کمتر از دو سال از ملاقات من با شیرین عبادی هم گذشته، یک ترور دومی اتفاق افتاده، آقای دکتر مسعود علی محمدی، خب دانشمند هسته‌ای ترور شد. آقای مسعود علی محمدی دانشمند نبود، ایشان دکترای فیزیک نظری داشت و در دانشگاه تهران درس میداد، کاری به سازوکار هسته‌ای نداشت. ایشان یک استاد دانشگاه بود که قبلا در بسیج اساتید فعالیت میکرد و در هنگامه بلای فریب آقایون سبزاللهی که درست کرده بودن، که خودشون برای خودشون آلترنتیو و اپوزیشن و خندق نظام درست کنن. دوستانی که برنامه سیاسی رو دنبال میکنن این اصطلاحاتو میدونن یعنی چی، خندق نظام میدونن یعنی چی. این تفلک آقای مسعود علی محمدی هم بیاد از اون سایت اساتید بسیج سویچ کنه، به قول اینجا یا تغییر مسیر بده به سایت اصلاح طلبان، به عنوان یک استاد دانشگاهی که داره برای موسوی وزیر کابینه کشتار که الان یکی از آدمای فعال در دورش توی سوئد
جناب مصداقی و جناب موسوی گرفتن، اینا شده بودن ناجیان مملکت. بیخبری و مهجوری، مهجوری هم با ه جیمی و هم با ه دو چشم رو ببینید چطوری اینها به ملت ایران حقنه کرده بودن که باید مردم راه نجات رو در موسوی کروبی ببینن. حالا این آقای مسعود علی محمدی هم قربانی این بازی شد، از اساتید بسیج اومد رفت توی اساتید اصلاح طلب هوادار موسوی، توی کمپینش هم فعال بوده و در سال تحصیلی 88-89 ترم اول، ایشون که همچنان جوگیر بوده، میاد یک برنامه مناظره بین دانشجویان بسیجی و اصلاح طلب در دانشگاه تهران در اودیتوریوم دانشگاه تهران برقرار میکنه. هر سه شنبه بعد از کلاس‌های درس بیاید بحث آزاد بسیجی و اصلاح طلب. خودش هم مجری بود. اولین جلسه با استقبال مواجه میشه، حدود 500 دانشجو میرن اونجا. همینجا من میخوام یه پرانتز باز کنم. فرزندانم که الان دانشجو هستید، خواهرانم که در سن و سال من توی دانشگاه درس میدید، برادران هم سن و سال من که استاد دانشگاه هستید و پدران و مادران ما، لطفاً دیگه فریب این بازی ها و جناح بندی های حکومت رو نخورید. این بزنگاه تاریخی رو ارج و قربش رو نگه دارید و فقط آشتی ناپذیر تا براندازی کامل جمهوری اسلامی با هم باشید و دوچار این جناح و دسته ها و این گفتمان های دروغین و دستساز نشید. برگردیم به عقب. آقای مسعود علی محمدی اولین سه شنبه که این مناظره یا بحث آزاد رو میذاره و خیلی خوشحال بوده میره خونش، هفته بعد که قرار بوده سه شنبه دومین مناظره رو داشته باشه، صبح روز شنبهش جلوی در خونش منفجر میشه. یعنی با یک موتوری که اون دیگه میدونیم یک بمب مغناطیسی به یه موتورسیکلتی بوده نزدیک در خونه ایشون، میاد بیره ما سوار ماشینش بشه، موتور منفجر میشه، ایشونم تره. حالا این من توی ایران هم این اتفاقم افتاده، گفتگوی این که آی استاد ما، استاد دانشمند هسته ای رو اسرائیل ترور کرد که بوده، در مورد برادر خودم هم که مسبوق به سابقه بود که به مادرم گفته بودن در همون صبح، در همون روز بعد از فاجعه که اینا از اصفهان میرسن خانواده من، فامیل و مادرم میرسن که فکر میکردن تصادفه، بهش گفت بودن اسرائیل و مادر من زیر بار نمیره، از همونجا جمهوری اسلامی 6 تا سناریوی موازی احمقانه دروغین میسازه برای گیج کردن ها. خب ما که خانواده من، ولی چون مادر من زیر باره، این نرفت که اسرائیل پسرش رو ترور کرده، همه چیز به عینه روشن بود، ما شواهد محلی خانگی داشتیم علاوه بر هر چیز دیگری. خب من دیدم میخوان ماجرای اردشیر رو جنرالایز کنن و اهداف خودشون رو پیش ببرن، میخوان این رو عمومیت بدن، از انحصار اردشیر و حسین‌پور درش بیارن. ما هم که گرفتار، ما هم که مرغ اسیر، مادرمون در آخرین ماهای زندگی، احدی بعد از 21 سال که من دانشگاهی بودم، از دانشجوی البته تا تدریس تا مدرس، من هرگز به درجه استادیاری دانشگاه نرسیدم چون نتونستم از تز دکترا دفاع کنم، به دلیلی که همزمان شد با مصیبت فقدان اردشیر و کل دانشگاه و همه سیستم رو تحریم کردم و توی خونه نشستم. در نتیجه من تا قبل از سال 85 به عنوان مربی یا مدرس دانشگاه درس میدادم هر جا که بودم. خب بعد از این همه سابقه و دوست آشنایی، کسی جرئت داشت شما تماس بگیره؟ حتی بابت هیچ چیز، کسی نه رسانه‌ای، من میدیدم تون تون دارن از داخل ایران با اسکات با خارج از کشور مصاحبه میکنن، آقا چرا من نه؟ من با خانم الهه هیکس که اون موقع مسئول میز حقوق بشر میز ایران بود تماس گرفتم، پیام گذاشتم. خانم الهه هیکس یادتون میاد اون موقع در نیویورک دفتر داشت. اه 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 ابدا
هیچ خبری نبود. وکلای حقوق بشر هم که نه، آقای سلطانی هم که در دست رستم. گفتم من باید کاری کنم این خبر رو خارج از کشور ببرم. چیکار کنم؟ من که امکان ویزا گرفتن از جایی رو از اون موقع نداشتم، مغزوب بودم، جایی نبودم که بتونم گواهی فلانی بگیرم. به هر حال یک روز رفتم سفارت، باز رفتم تهران و رفتم سراغ سفارت کنیا. چرا کنیا؟ چرا یک کشور آفریقایی؟ من این رو گفتم تو سازمان ملل هم این ضبط شده. هم وطنان ما که بچه بودیم یادتون میاد چقدر در دوره ما، در اون دوره طلایی استبداد، محتوای کتاب‌های درسی رو حتما یادتون میاد. من متولد 1340 ام، برادرم 1341، میدونید دیگه محتوای کتاب‌های درسی. کلاس سوم ابتدایی ما یک درسی داشتیم، پزشک انسان دوست آلبرت شوایتزر، پزشک فرانسوی که ترک موقعیتش رو میکنه میره و در یک منطقه آفریقایی به نام لامبارنه اونجا بیمارستانی تأسیس میکنه و خلاصه همه زندگیش رو وقف انسان دوستی، نو دوستی و خدمت به قاره آفریقا، سیاه‌پوستان قاره آفریقا میکنه در اون منطقه. اونجا پزشکی، یعنی خدمات پزشکی و اینا رایگان انجام میده تا آخر عمرش. این برای ما از بچگی خیلی جذاب و چون این من یادم بود و اردشیرم این پزشک رو، این شخصیت رو ما تحسین میکردیم به عنوان همون بچه های دوران استبداد، من باز به یادمان اون گذشته شیرین تصمیم گرفتم برم در یک کشور آفریقایی این رو و چون نایروبی، چون کنیا یکی از چهار UNHCR مادر رو داره، ما چهار UNHCR مرکزی یا مادر داریم، میدونید در نیویورک، در ژنو، در روم و در نایروبی. این بود که سفارت کنیا رو انتخاب کردم، رفتم و خیلی هم راحت وارد شدم. من معمولا کسی اگر غرض و مرض و موضعی نداشته باشه، ارتباط و روابط عمومی من خیلی خوبه، یعنی ابتدا به ساکن من میتونم هر جایی وارد بشم. میگم مگر اینکه موضع قبلی در مقابلم نباشه، کما که صدای آمریکا تا الان من راه نداده، هموطنان، کما که بی بی سی تا الان من راه نداده. توجه کنید من پناهنده سیاسی ام، 6 سال و نیم از کشور گریختم برای دادخواهی و پیوستن به مبارزانی که برای براندازی جمهوری اسلامی به هر شکلی میتونن فعالیت کنن. جایگاهی در این رسانه ها نداشتم تا الان، بلکه از این بابت خوشحالم، چون بعد از این ما میپرسیم اونا باید جواب بدن، ملت ایران میپرسه اونا باید پاسخ بدن. خب برمیگردیم به سفارت کنیا در خیابان جردن. آقای فردریک دگا دبیر سوم سفارت کنیا در اون موقع سال 2009، حالا تابستون بود، تا هنگامه سال 88 تابستون 8 نه پاییز شده بود که این داستان آقای علی محمدی هم اتفاق افتاد، تو همون هول و هوشای سال 88 بود. خلاص من به ایشون گفتم و خب سرچ کرد، متوجه شد دیگه وقتی زد اردشیر و حسین‌پور و داستان اینا، همینطوری روبروی لپتاپش نشسته بود پشت میز کارش، منم اون طرف رو موب نشسته بودم روبروش. گفتم که من میخوام برم و این رو در سازمان ملل نایروبی ثبت کنم، به من ویزا دادم 2 ساعته. گفتم که من مادرم و همسرم هم حتی تنها کسانی که اعتماد دارم بهشون و با من پا به پا میان مادرم و همسرم هستم. خواهرم 10 سال از من جوانتر و اساساً ظرفیت کشیدن این همه مصیبت رو نداشت، تازه شوهرش از اون حمایت میکرد. من بودم که میخواستم و داوطلبانه تصمیم گرفتم درفش این دادخواهی رو تا به انتها بر دوش بکشم، که الان 13 ساله دارم این کار میکنم، بر خودم خواستم و البته از حمایت عاطفی همین اعضای اندک خانواده هم همیشه برخوردار بودم. گفتم مادرم شو، گفتش که واسه اونا دفعه بعد گفت بیا دیگه، حالا من یاد گرفته بودم اونجا، با هم هم دوست شده بودیم با منشی و فلان. رفتم و دفعه بعد مادرم و همسرم هم با هم اومدن، به اونا هم توی پاسپورت اونا هم مهر زد. بعد من فکر مادرم هم خوشحال بود که بیاد و صحبت کنه و همسرم هم می اومد. من بعدم تصمیم گرفتم که برای اینکه چند تا احتمال رو تقلیل بدم، یه وقت در بازگشت ما به کشور مشکلی پیش نیاد و ما عملاً کانال ارتباطیمون با داخل قطع بشه، یکی این،
یکی این که مثلا یه وقت مبادا مادر من که در آخرین ماهای حیاتش بود اونجا با یه مشکل پزشکی چیزی مواجه نشه تو کشور غریب و آفریقایی و با ویزای توریستی و اینا، تصمیم گرفتم که بیخبر اینا برم و این کار کردم. یادمه که حدود 6700 دلار اون موقع توی خونه بود، توی ما که دیگه هیچ ارتباط اقتصادی با، یعنی توی پاکتی بود و یادمه که زیر تشک روی تخت به این انداخته بودیم، اونو برداشتم و پاس ویزا هم که داشتم دیگه، 15 روزم از یعنی 2 ماه به من ویزا داده بود آقای دگا و به خانواده من. رفتم تهران و وقتی رسیدم گفتم من دارم میرم، بلیتش هم خریده بودم، بلیت از گرونترین پرواز دنیا امارات، چون فقط امارات از تهران به دبی و از دبی به یعنی کانکتینگ از دبی به آفریقا فقط پرواز امارات بود که بلیت داشت. اینم خریده بودم از قبل و رفتم و پریدم و رفتم دبی و از اونجا به نایروبی. یه دفعه تو قاره سیاه فرود اومدم. البته همون آقای فردریک دگا که الان دیگه ماموریتش سالهاست در ایران تمام شده، جمهوری اسلامی هم دسترسی بهش نداره، ضمن اینکه اونا مسئولیت سیاسی دارن، به خواهر خانومش سوزان موانجی، خیلی جالب، زندگی عجیبه، در این حال حقیره، در این حال دنیا کوچیکه، همه جایی به هم میرسن، همه یک جایی مجبورن پاسخ پرسش های نهفته رو بدن، یعنی همه میتونن در یک جایی یقه خائن، دروغگو، دستیسه ساز و جنایتکار رو بگیرن، کما که بعد از 31 سال در سوئد گرفتن. به خانم سوزان موئنجی که تورگاید بود در نایروبی آقای فردریک دگا زنگ زد و گفتش که یک خانم ایرانی داره میاد، مابی، به منم میگفتن مابی، محبوبه که نمیتونستم تا اینا، و تو برو فرودگاه یه ساین بنویس، برو اونجا ببین و براش هتل هم بگی. همینطور هم شد و ما اونجا اسم خودمون روی ساین دیدیم توی سالن انتظار، سالونی که منتظر مسافران بودن، و یک هتل در یه هتل کوچیک در داغونی، ولی خب برای اونجا خوب بود دیگه. اینا شبی 55 دلار هم از من میگرفتن واسه یک اتاق یک تخته سرد، ولی چون فصل توریسم بود از اروپا و همه جا، اونجا به هر حال به نسبت کشور ارزونی و کشور زیبایی هم هست، برای علاقمندان به حیات وحش و علاقمندان به هر حال آفریقایی که قابل تحمل، قابل زندگی هم باشه، یعنی کشورهای دیگه، یعنی نایروبی کنیا فکر میکنم بعد از آفریقای جنوبی بالاترین آمار توریست رو داره، یعنی صنعت توریسمش در آفریقا بعد از آفریقای جنوبی است، چون هم زیباست، هوای خوبی داره و جذابیت های حیات وحش و طبیعت و اینا هم بسیار داره، مثلا با اون کشورهای دیگه که خیلی فقیرن، قابل مقایسه. از سومالی میان اونجا پناهنده میشن، ببینید چه خبر. در حال اونجا تو فردا، ببینید من 11 شب وارد اون هتل شدم، هتل کنیا کامفورت، بزنید، برید تو گوگل بزنید نایروبی هتل کنیا کامفورت. ساعت 11 وارد اونجا شدم، چمدونم رو گذاشتم، آشفته، مرتعش، سرد، گرسنه، بیخواب، حوصله خوردن، هیچی ندارم. فردا ساعت 10 صبح هموطنان، من توی سفارت آمریکا بودم در نایروبی. ساعت 8 صبح سوار تاکسی هایی که اونجا جلوی هتل ها و توی همونجا که یادم روبروی پارک جیوانجی فکر میکنم اون طرف بود، اینا وای میسادن صبح برای توریستا، در حالی که فقط پاسپورتمو داشتم و تز دکترای اردشیر رو، همین، این تو بغلم بود، پاسپورتم توی کیفم بود، هیچی دیگه نداشتم، نه اپوینتمنت داشتم برای ورود به سفارت، میدونید آخدم برای سفارت میره آنلاین باید وقت بگیره، هیچی. من ساعت 10 صبح در سفارت آمریکا بودم، تو حیات سفارت آمریکا، یعنی گارد جلوی در
به من یکی از بزرگترین سفارت های آمریکا است فکر کنم در جهان، یک خودش برای خودش یک کشوره، از بزرگی و عظمت و از پیچیدگی و من یعنی از گارد رد شده بودم و توی حیات سفارت بودم. حالا نمیدونم چی بگم که برم تو ساختمون، یعنی چجوری اومدم، یعنی چطور اون گارد بی خود نبود، سوال کرد اینا، ولی من جوری پاسخ دادم که اونا مطمئن بشن من یه کاری دارم در مورد پابلیک افیر. گفتم که اپوینتمنت هم ندارم ولی باید در این مورد صحبت کنم با یه نفر. گفتن خب برو یکی میاد میره. حالا من میخوام برم تو قسمت امنیتی، من کاری به پابلیک افیر و انتشار کتاب و اینا ندارم. یه هم چیزایی گفتم که من راه دادن. یک دم یه خانوم گارد داره از دور میاد، تمام سیاه‌پوست، تمام پرسنل امنیتی اونجا. گفتم که من یه کار خیلی فوریدم. گفت چی؟ براش خیلی سریع. گفتم برادر من یک متخصص اتمی بوده، جمهوری اسلامی ترورش کرده و من میخوام این رو گزارش کنم. سفارت آمریکاست. چون من ساختمان سازمان ملل رو بلد نبودم. یک، و میخواستم از این قسمت برم به سازمان ملل. یعنی اول به اینا بگم، خبر به آمریکا برسه، پیگیری من برسه و بعد برم سازمان ملل بگم. خانومه رفت گفتش اینجا وایسا و با هیچ کس صحبت نکن، تو اینجا سیفی. خب من که میدونستم که سیف هستم، حالا میخواست اطمینان بده و یک نفر، یک آمریکایی سفید پوست اومد و سلام اینا کرد و گفتش که شما کار داشتیم. گفتم آره. چیه؟ گفتم این پاسپورتمه و یک موضوعی که موضوع یک ترور رو میخوام من با شما در میان بذارم. پاسپورت نگاه کرد و رفتیم توی یک اتاق امنیتی که مثلا انگار که 3-2 بود به نظر من، مثل یک کابین بود، مثل یک کابین بود در واقع، خیلی دیوارای نمیدونم چجوری و در کشویی و اینا، خلاصه یه طوری که تو اون مثل یه جعبه بود در واقع. یک مردی از این جوانترم اونجا بود که بعدها ما بهش میگیم، یعنی از همون روز قرار شد ما بهش بگیم گرگ، قطعا اسم مستعار بوده و خود این آقا که تات هیلی بود، خودش رو تات هیلی به من معرفی کرد و من مثل همین الان با همین احساس با همین جوش و خروش، طبعا از نظر جسمی خیلی تحلیل رفته، توضیح دادم، سرچ کردن و ظرف 10 دقیقه فهمیدن من چی میگم و گفتم چرا؟ گفتم ببینید برادر من آثار علمی بسیار حائز اهمیتی داشته، دست نویس بوده، در صبح روز فاجعه اینها از خانه برادر من دزدیده شده، در اختیار وزارت اطلاعات. اما یک بار جناب ایرج مصداقی توی یکی از برنامه‌هاش به آثار علمی اردشیر اشاره کرد. حالا من به شکل یه مقدار مبسوط‌تر میگم. گفتم اما یک مقدار زیادی از اینها که دست دانشجوی اردشیر بوده با همت مادرم و با حاشیه امنیتی که مادرم داشت جمع‌آوری شده و من نمیخوام اینا دست وزارت اطلاعات بیفته یا خاک بخوره یا پراکنده بشه دوباره و میخوام اینا رو به خارج از کشور منتقل کنم و طبق چیزی که خود برادرم گفته بود به همه میدونستن در انتشارات مکراهیل چاپ کنم. این که میگم من اول گفتم برم تو سفارت آمریکا و بعد از اونجا برم سازمان ملل، این بود علتش. و آنچه که من دم در عنوان کردم به اون گاردهای امنیتی و گفتم که برای کار پابلیک افر میخوام برم کتاب، یک کتاب هایی هست که میخوام منتشر معرفی کنم که اگر کمکم کنن انتشار بدن، یعنی یه موضوع فرهنگی رو عنوان کردم نه موضوع سیاسی، این بود که من اومدم تو حیات، یه دفعه وسط حیات سفارت آمریکا قرار گرفتم که خودش به اندازه یک شهر بود. خب این بود، اینا علاقمند بودم طبعا. یه قرار مداری گذاشتیم و گفتن چجوری ببینید گفتن چطوری میتونی کتابا رو بیاری. به من گفتن از طریق آرمنی، گفتن یعنی حتی از طریق ارمنستان هم چه اینا با کشتی ما هزینه‌شو میدیم. از فر من دیدم این کارا، آخه کی این کارا رو بکنه؟ کسی رو من ندارم تو ایران، مادر منه، تازه همسرم هم نمیتونستم روش حساب کنم، برای که همسر من مردی شاهرپیشه بسیار حساس، اهل کارهای پارتیزانی نبود اما مادرم بود در همون سن و سال و
و در همون ماه‌های آخر عمرش هم میتونست هر وظیفه امنیتی و مخفی و به اصطلاح پارتیزانی رو انجام بده و میداد، وگرنه من زنده نمونده بودم. بالاخره ما یه جوری و به یک شیوهی رسوندیم که مادر مامان اینها رو کارتون کن و به این و از این طریق و این طریق برسون به دبی. و مادر من این کار کرد و از دبی دیگه آمدنش به نایروبی ساده بود و آمد. اینا رو تن هرگز یادم نمیره، روزی که من اون کارتونا رو که دوتا کارتون بزرگ و سنگین بود، شاید چیز حدود 30-40 کیلو وزنشون بود، فکر کنید شاهنامه اردشیرم قاطی این بود، خیلی چیزای دیگری هم توی اون شتاب و عجله اون یکی دو نفری که با مادر من کمک کرده بودن که این گنجه ها رو خالی کنن، تو این کارتونا بزنن و بریزن و چجوری اینا رو بیارن و به دبی برسونن که هیچ رد پایی از اردشیر و حسین پور روش نباشه، یه وقت یه کسی این وسط متوجه بشه و حساسیت ها گل کنه و همه چیز همه سررشته ها از دست ما خارج بشه. خیلی چیزای دیگه هم تو این بود، مثلا یه ساعت بودیم. باز ما اینا رو شکافتیم با همون گرگ و تات هیلی توی همون کابین. حالا فکر کنید یک ماه گذشته من در نایروبی، اما تا اینا رسیدم اینجوری نبوده، سه سوت نبود، یک ماه در نهایت رنج و انتظار و نگرانی، دلتنگی و البته امید که من یک صدایی به خارج از این کشور بلازده برسونم. ببینید هموطنان، برای صدایی که نخوان خارج بشه همیشه شرایط کره شمالی حکم فرماست. اون چیزی رو که نخوان منعکس بشه شرایط کره شمالیه. کما که صدای من تا از ایران خارج نشدم نرسید. برای چیزی که بخوان راه میدن، یعنی الان اینترنت قطعه، هیچی ما نمیدونیم. فکر کنید در تمام این سالها، در تمام این 40 سال تا اونی، هر چیزی رو نخواستن منعکس بشه، واهمه داشتن، خط قرمزشون بوده، به همین نسبت مخفی بوده ها. یکیش من، یکیش ماجرای خانواده حسین پور. به هر حال اینا حالا بعد از یک ماه، این 40 روز همین حدود رسیده. کارتونا رو که من اون روزی که باید میومد توی از طریق یک خانم دیگه که توی DHL کار میکرد، اونم آشنا شده بودیم، ساندرا یادمه، اینا اومد که بیاد، آمد با ماشین توی سفارت آمریکا، من قبل از اون اونجا بودم، با هم تحویل گرفتیم، آمدیم با همون تاتیلی به اصطلاح کارت آوردم، این گاری برای حمل این کارتونا، با هم گذاشتیم توی کارت، روندیم رفتیم توی ساختمان و رفتیم توی همون اتاق امنیتی. بعد با این چاقوهای مخصوص باز کردن بسته این چسبا رو باز کردیم و اینا، تا 4 ساعت من و اون دو نفر مشغول بیرون آوردن و دستبندی اینا بود. تمام این مباحث روش لیبل با دستخط اردشیر، فیزیک مکانیک 1، فیزیک مدرن، الکترومغناطیس، و اینا حیرت میکردن از اینکه اون موقع حدود هنوز 4 سال نشد، کمتر از 4 سال بود از ترور اردشیر میگذشت. فکر کنید در اواخر آذر سال 88 ما، در اواخر آذر 88 بله، و اینا داره میاد بیرون، اواخر آذر ببخشید 89 باید باشه دیگه، برای اینکه من یادم صبح همون روز که من میخواستم برم کارتون ها رو تحویل بگیرم و اینا باز بشه، هنوز از اتاق نرفته بودم بیرون، یک تلویزیون قدیمی قرازه‌ای به دیوار وصل بود، از اون تلویزیونایی که شکل جعبه هستن، کوچیک، که روی یه تاخچه مانندی میذارن میکوبن به دیوار. خبرگزاری الجزیره از ترور اون دوتای بعدی خبر. حالا من توی آفریقا در اتاقم در هتل کنیا کامفورتم، خبرنگار الجزیره حتی یادم یه خانم خیلی خوش تیپ و جوانی بود با موهای طلایی، از ترور دو دانشمند هسته‌ای در ایران که همین شهریاری و فریدون عباسی دوانی خائن
که این قرار بود شهید زنده بشه و شد، و اون یکی قرار بود کشته بشه و شد، و داستان پشت صحنه و چرایش هم ما میدونیم، کارشناسان میدونن، جناب مستاقی میدونه، همه دیگه میدونن. الان با این ماجرایی هم که آقای مازیار ابراهیمی آمد و صحبت کرد و دیگرانی که دارن اضافه میشن به این پروسه، اون موقع هم ما میدونیم. ولی من اینا رو اون موقع فریدون عباسی دوانی رو میدونستم، اما شهریاری رو نمیشناخت. اینا چی میگن؟ خب گفتم بفرما. ترور سومی هم اتفاق افتاد. و ببینید خانم شیرین عبادی عزیز، خانم من که سال 87 به تو گفتم اینا دارن این همچی اتفاق افتاد، اگر یک جمله گفته بودی اقلا دیگه اینا بی خودی نه دانشمند میشدن الکی، نه شهید میشدن، یه جور دیگه این پروسه پیش میرفت. نرفت دیگه، اینا به عنوان دانشمند کشته شدن، شهید سازی و دانشمند بازی. که وقتی که من رسیدم و این کارتون ها رو بردیم داخل قبل از اینکه باز بشه، اینا گفتن که دیدی که گفتن آمریکا و اسرائیل ترور کردن. و خوب یادم اون گریگ، اون که مافوق بود ولی جوانتر بود، به من گفتش که بیدون بودم ما همچی کاری نمیکنیم، برای که اونا دانشمند نبودن که بخوان کارو بکنن، برای که اتفاقی نیفتاده بود که بخواد دنیا همچین عکس‌العمل اردشیر و حسین‌پور به قیمت جان خودش جلوی این پروسه رو گرفته بود، یعنی دوچار یک تعویق و تعلیق کرده بود اون کار رو، اون پروسه شیطانی رو، خود به خود نقطه پایان یا حداقل تخفیف بر این گذاشته بود دیگه. به هر حال اینم من اونجا بودم که یادمه که کم کم دو سه روز بعد از اونم درخت کریسمس رو آوردن و توی همون لابی کوچیک اون هتل گذاشتن، یعنی میشه اواخر 2009 دیگه، حالا تاریخ ها رو من به دقت تقریبا دارم میگم. به هر حال اینا رو باز کردن، حیرت زده و شگفت زده بودن که این برگه هایی که تقریبا 4 سال بعد از خود این خالق این آثار علمی این همه دست به دست شده، این طرف اون طرف رفته، چطور اینا هنوز مرتب منظم و سازمان یافته هست. و یا هیچ وقت یادم نمیره که به هم میگفتن very well organized، که اینا چقدر این well organized در مورد این پوشه ها و اینا من هنوز یادمه. به هر حال از لای اینا مثلا کارت انجمن ایران آمریکای من و اردشیر مربوط به سال 57 آخرین تابستان طلایی که داشتیم و در گروه نوجوانان میرفتیم انجمن ایران آمریکا برای زبان انگلیسی، مثلا فکر کنید اون کارت ها مال من با عکس اون موقع خودم، مال اردشیر با عکس اون موقع خودش، از لای کتاب های دست نویس اردشیر به عنوان یک دانشمند اومد بیرون و اینا رو بردن و گفتن ما اینا رو به عنوان یادگاری نگه میداریم، اینا رو آمریکایی‌ها بردن. منم گفتم مشکلی نیست. به هر حال و به من گفتن که 10 روز دیگه باهات تماس میگیریم که ببینیم. من اشک ریزان میگفتم برادرم میخواست که اینها کارهای علمیش رو در انتشارات مکراهیل چاپ کنه، تمام سورس های علمیش رو هم از دوره دانشجویی از انتشارات مکراهیل میخرید، یعنی ارز دانشجویی که داشتیم رو که میگرفت روش هم میذاشت شاید 2 برابر تا تمام سورساش اوریجینال از مکراهیل بیاد براش به دستش برسه، و بعدن هم میخواست کتاباش رو اونجا منتشر کنه. اونا گفتن باید صحبت کنیم. 10 روز بعد به من زنگ زدن، من رفتم و به من گفتن که congratulations، 2 شب پیش اینا رفت برای واشنگتن آثار علمی ارتش. به من گفتن که ما از 2 تا اکسپرت متخصص، 2 تا متخصص دعوت کردیم، اینا رو مطالعه کردن. و باز من این جمله انگلیسی توی گوشم به همین شکل بی کم و کاست باقی مونده که they said most of them are of very great values، بیشتر اینها دارای ارزش علمی بسیار بالایی است. برده ما خوشحال. خب حالا چیکار کنیم؟ آها، خود همین آمریکایی من گفتن تا زمانی که پروسه تحویل کتابا رو انجام ندادی نرو UNHCR، بعد از این برو که اگر هر کاری بخوان برات انجام بدن گیر این مرحله نباشی. به من اینجوری گفت. خب منم برام مهم نبود، ولی
تنهایی حالا فرق برای من نمی، همه جای دنیا برای من بیابان بود، ولی به هر حال مادرم مریض بود اینا، و من بلیط برگشت داشتم. من فقط برای این ماموریت اومده بودم، کتابای اردشیر رو نجات بدم، داستان در حدی که فکر میکردم میتونم، و داستان این جنایت رو یه جایی ثبت کنم در یک جای بین المللی. در پایان اون روز که با من گفتن که این آثار رفته و اونجا تصمیم گیری میکنن و باهات در ارتباط خواهیم بود، شماره تلفن خودم، موبایل شوهرم رو فکر کنید در ایران، موبایل مادرم رو در ایران، نمیدونم آدرس خونه مسکونی من رو در اصفهان، آدرس خونه مسکونی مادرم رو در اصفهان، چهارباغ بالا مادرم بود، ما مشتاق بودیم، اینا رو از من گرفت، اینطوری اینا رو من با کمال خوشحالی دادم. و بعد یک یادداشتی برای من که از قبل نوشته بودن، بالاش هم نوشته بودن ارجنت، دادن دستم، گفتن از همینجا برو سازمان ملل. حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود، رفتم و گفتن الان اونجا، من گفتن الان دیره، فردا صبح ساعت 8 اینجا باش. 8 صبح فردا در شاید آخرین روز، یک هفته مونده بود به پایان سال 2009، من در UNHCR نایروبی حاضر بودم. 400 پناهنده سومالیایی توی صف بود. من به اصطلاح تنها زن سفید اونجا بودم. حالا همچه سفید اروپایی که نبودیم، ولی به هر حال. یعنی من تنها نفر بودم که با بقیه اون نیشن متفاوت بود مثلا. و من رو انداختن جلو با کمال بلند نظری و مهربانی و گفتن که تو تنهایی و تو اولین نفر باش. و من اولین نفر وقتی در رو باز کردن رفتم تو. و یه خانم فکر میکنم کامیلا که از کتم یادم، از کتم یه کت مشکی طبق معمول که همیشه ما دیگه سیاه پوشیم، از کت من تعریف کرد، گفت چرا مثلا کتت قشنگ. و با اون کامیلا من 4 ساعت مصاحبه داشتم به زبان انگلیسی، طبعا با انگلیسی بروکن من و با لهجه افریکن اون خیلی کار مشکلی بود، ولی تونستم همه چیز رو بگم. و در پایانش گفتم که اما من دارم برمیگردم ایران، چون من فقط اومدم اینو بگم و از حال بعد من این کاری ندارم. و فکر میکنم که بعد رفتم دفتر امارات و بلیتم رو که همراه هم بود بلیت برگشتم فردای اون بود نشون دادم و تاریخ پرواز به هم دادن و بازگشتم. خیلی جالبه، من که دارم از این شرح خاطره شما به راستی خیلی لذت میبرم که با این دقت همه این ماجراها رو داری برامون تعریف میکنی. اما بذار این رو اینجا یه لحظه ای کنار بذاریم، بریم سراغ یه موضوع دیگه، و اون در حقیقت این است که بذار من این رو درست بکنم، یه قدی مشکل دارم. خب تا اینجا به کنیا رسیدی و گزارش دادی، ولی این صدای تو پخش نمیشد. چرا فکر میکنی که این رو نیومدن به راستی راجبش حرف بزنن؟ چیه ماجرات؟ فکر میکنی خودت بعد از این همه سال دلیلشو چی میدونی؟ این عدم پوشش دهی به این ماجرا از طرف رسانه ها رو چجوری تعریف میکنی؟ ببینید جناب بهبهانی، جمهوری اسلامی خط قرمزاش رو یکی یکی واگذار کرد، رفت عقب دیگه، بر اثر مقاومت مردم، بر اثر انکار مردم، عدم پذیرش، عدم مشروعیت، تا چیزی که ما امروز در خیابانها شاهدش هستیم. اما یک خط قرمزی، اون چیزی که شیشه عمر جمهوری اسلامی هست رو به هر شکلی میخواد حفظ کنه. و ماجرای پرونده هسته جمهوری اسلامی موضوعی بود که نه تنها سرنوشت ملت ایران رو به طور کل تغییر داد، مورد علاقه جامعه جهانی هم بود و هست، به خاطر خودشون نه به خاطر ما. توجه دارید؟ تیغ در کف زنگی مست بود و
و دانشجوی برادر من که الان دیگه برای خودشون یا استاد دانشگاه شدن، 13 سال داره میگذره دیگه، دانشجوی فوق لیسانس برادر من فکر کنید اون موقع. حالا یکی دوتا که با ریسک و به هر شکل به خاطر مسائل عاطفی که با استادشون اردشیر داشتن اینها، به من میگفتن، دکتر میگفت من محال تیغ در کف زنگی مست بگذارم. توجه دارید این پروسه اینها، پروسه شیطانی اینها به یه همچین جایی قرار بود ختم بشه، کما که همین الان دارن میگن. قربان من دارم دوستان گرامی، هموطنان عزیز، 15 سال قبل به اردشیر حسین‌پور گفتن غنی‌سازی 20%. امروز دوباره این حکومت اوباش قدار بند باز دنیا رو تهدید میکنه اگر برجام رو رعایت نکنید، اگر آمریکا به برجام باز نگرده، ما غنی‌سازی 20% میکنیم. متوجه هستین؟ این خط قرمز جمهوری اسلامی بود و اردشیر حسین‌پور یک عنصر علمی برجسته بود، تمام زیر و زبر سیستم اینها رو میشناخت و مخالفش بود و دانشمندی بود که در دو قدمی جایزه نوبل فیزیک بود. یعنی اینها یک سرمایه علمی رو از بین بردن و یک پروژه مخوف رو با این جنایت مخفی کردن. خب طبیعی است که رسانه رو میخرن، طبیعی است که خط قرمز اینها رو به هر حال. مگر چی میگیم اینا چی میگن؟ پس جوانای ما اصطلاح مالکش رو که من نسل من که درست نکرده، که اصطلاح مالکش رو بچه های من درست کردن، بچه های من و شما جناب بهبهانی، اینا از داخل ایران درست کردن. پس کسانی که باید این کار رو انجام بدن، کسانی که باید استخون بند، الان دیگه جمهوری اسلامی مسئله گوشت و رگ و پی و اینا نداره. میبینید که همه اینها رو مردم به حق میبرند و میدرند و میریزن زمین، اما استخون بندیش هست. استخون بندی رو باید نگه دارن. اگر استخوان بندی جمهوری اسلامی با فشار جهانی شکسته بشه، با فشار جهانی برای منافع ملی خودشون و از داخل هم مردم طبیعتاً این مفر رو پیدا کنن، که خب کار تمام دیگه، دکانهای بسیاری هم بسته میشه، خیلی ها بیکار میشن، خیلی ها دیگه نمیتونن بودجه حقوق بشری بگیرن، یک میلیارد نمیدونم، شما بهتر میدونید تو این آمریکا چه خبره. خب این خط قرمز رو باید نگه دارن دیگه. جمهوری اسلامی بد است، اخ است، دزد است، نمیدونم فاسد است، اعدام میکنه، اما خط قرمز اصلی که باعث دوام و بقای این میشه باید نگه دار. اگر چیزی، مسئله، مطلبی باشه که بخواد به اخراج جمهوری اسلامی مثلا از سازمان ملل بیانجامه، خب این دیگه کارش تمامه، خط نگهدارا اونجا نگه میدارن. من ابایی از گفتن این موضوع ندارم، این واقعیت داره. به همین دلیل ببینید، بعد از اینکه مازیار ابراهیمی آمد و ببینید دو نفر به طور قاطع از با هویت مشخص و به عنوان مخالفین 100% جمهوری اسلامی که جزء به براندازی راضی نمیشن، این رو گفتن که تمام این ترورها کار جمهوری اسلامی بوده. یکی من به عنوان یک دادخواه، به عنوان یک خواهر داغدار، به عنوان عضوی از خانواده‌ای که یک دانشمند ازش ترور شده در جایگاه دانشمند اتمی، که بین اینکه جمهوری اسلامی بین اینکه اسرائیل این کار کرده و مرگ مشکوک و نمیدونم گاز گرفتگی و همه اینا، یک حالت، یک سناریوی تعلیق و چند وجهی درست کرده. یکی صدای من بوده که گفتیم، همیشه گفتم که کار جمهوری اسلامی همیشه بوده مستقل از من و بیخبر از من و بدونی که ما ارتباطی داشته باشیم تا حدوداً یک سال و نیم دو سال قبل، جناب ایرج مصداقی هم به عنوان یک پژوهشگر و تاریخ نویس، نویسنده در وادی تاریخ معاصر ایران و فجایع جمهوری اسلامی، ایشون هم مستقلن این رو از سالها پیش گفته، کتابش هم نوشته که آقا اینا تمام کار جمهوری اسلامیه.
قربانیانش هم میشناسه، کما که گفتن گفتن دیگه. ببینید یک چیز وحشتناکی رو که من در کمتر از یک سال قبل فهمیدم این بوده که وقتی تعدادی از این بدبختایی که به عنوان تروریستای اسرائیل، مامورای موساد که ترور کردن اینها رو، دیگه ایران دیل بوده دیگه، نمیتونستن 50 نفر آدم رو که با هم دار بزنن، اینا رو بی سر و صدا آزاد میکنن، چند نفر از اینا میان ترکیه، از جمله خود این آقای مازیار ابراهیمی، آقای مصداقی شروع میکنه که اطلاع رسانی میکنه، میگه آقا اینها به عنوان جاسوسان اسرائیل شکنجه شدن، زندان رفتن، توی تلویزیون هم اعتراف کردن، حالا در ترکیه هستن، بیاید باشون مصاحبه کنید. نمیکنن دیگه. از این عجیبتر و در این حال از این مضحکتر، کسی که در تلویزیون جمهوری اسلامی اعتراف کرده آقا من مامور موساد بودم، با این نام و با این نشان رفتم فلان دانشمند اتمی جمهوری اسلامی هم کشتم، دانشمند هستی هم کشتم، این حالا در ترکیه است، قاعدتا برای مصاحبه با این باید صف ببندم. نکردم. تکلیف من که روشنه. یک چیز دیگه هم هست جناب بهبهانی، باز در مورد من، این که خب من به عنوان زنی که همیشه زیر و زبرهای جامعه برام مهم بود، همیشه من یک زن نافرمان مدنی بودم، یعنی از اون نوجوانی در فردای شورش 57 من هیچ وقت جمهوری اسلامی رو نتونستم به رسمیت بشناسم و به هر شکلی انزجار خودم رو از اون نشون دادم. ضمن این که به من، به تخصص من هم جمهوری اسلامی که بعدها که مثلا در علوم انسانی درس خوندم در سه مقطع علاقه هم نداشت به من، خب نه از من خوششون اومد، نه از رشته تحصیلیم، نه به رشته تحصیلی من نیاز داشتن. موقعیت اردشیری یا افراد اندکی مثل او انگوش شمار خیلی فرق میکنه. این حکومت زوزه میکشه دنبال اینجور افراد، کما که میکشیدن و همواره با صلابت و استقلال شخصیت اردشیر و نظر داشته مواضع انسانی و علمی او مواجه میشدن، تا کار به اونجا کشید که دیگه هیچ نقطه آنتاگونیستی قابل مقایسه با این کاری که اردشیر و افرادی در سطح او و با این شرایط چه در ایران و چه در خارج انجام دادن برسید. خب اما من در سطح خودم به عنوان یک زن نافرمان مدنی هم خیلی کارها کردم. یه پرونده خیلی قطور من در دانشگاه شیراز دارم، یکی در مرکز علوم تحقیقات تهران دارم، یکی در اصلویه پارس جنوبی دارم که به عنوان مدرس اونجا کار میکردم. همه اینا برمیگرده به قبل از سال 85، چون بعد از اون من خائن‌نشین شدم. ببینید من متوجه بودم که آتش زیر خاکستر جامعه ما چیست و نهایتاً مردم چه چیزی فریاد می‌زنن. من آنچه را که امروز در خیابان‌های ایران اتفاق می‌افته به دلیل اینکه تمام عمرم رو اونجا گذروندم، جوانی، بعداً میانسالی، حالا که دیگه در پیری آواره جهان شدیم، در آغاز دهه ششم زندگی من باید مهاجرت کنم، باید فرار کنم، باید بیام تبعید، که این حرفایی رو که دارم خدمت شما میزنم رو بزنم. نهایت راندمان کار من اینه، با هزینه کردن 50 سال زندگی مادی معنوی، با پشت سر گذاشتن 30 سال ثمره تحصیلات، درست بیام و با همسر، بچه هم ندارم میدونید، خوشبختانه که من برای آینده بچه باشه، برای سرمایه گذاری هم نیومدم، سرمایه من ندارم، من اینقدر که زندگی ساده سربازی رو بگذرونم. همسرم هم مریضه تازه. ما در ایران اگر میتونستم این حرف رو با شما جناب بهبهانی بیام روی اسکایپ بزنم، برای چی؟ مگه من اینجا توی لس آنجلس چیکار میکنم؟ به غیر از جلوی فدرال بیلدینگ، به غیر از دعوا دکتر شوهرم و به غیر از ارتباطات این چنینی که الان با شما دارم که روزانه ده هاش رو دارم، از 6 سال پیشم که از ایران گریختم همینطور بوده، من کار دیگه میکنم؟ من آمریکا چی اومدم؟ اومدم برای دادخواهی و برای پیگیری مطالبه براندازی، هیچ راه دیگه هم نداره. خب این امکان در ایران نبوده، ما اومدیم بیرون. اما چون من در داخل کشور متوجه بودم، من میدونستم روزی مردم همین فریادها رو میزنن، میدونستم روزی مردم خواهان خاندان پهلوی خواهند شد. همینجا جناب بهبهانی و باز هموطنان از جای دیگر گفتم، شخص من مثل مردم کف خیابان
نه تا حالا یک بار به دفتر شاهزاده و نه شهبانو زنگ، یک بار چرا ترکیه که بودم چشمشون ناراحت بود زنگ زدم و از آقای آتابای احوال شهبانو رو پرسیدم، همین. نه ارتباطی، نه چیزی، نه حتی مرتب تو پیجاشون هستم، نه حتی مرتب تو اینستاگرام، ابدا اصلا. آخه من تو این سن و سال که از این لوس بازی ها که نمیتونم در بیارم که حالا من دوست دارم قربونتم فلان اینا، این مال جووناست. در سن و سال من کسی که طرحی برنامه‌ای چیز خاصی داره باید حتما ارتباط داشته باشه که دارن. باز من اینجا وظیفه‌ای ندارم، کاری ندارم، اضافه بر سازمان که نمیتونم کار کنم یا برای خودم دوچار توهم بشم که حالا من بهترین و درخشانترین مشاوره رو میخوام بدم به شاهزاده، آقا برم باش ملاقات بگیرم، هم چیزی نیست. من هم پیاده نظام ملتم، منتها به این جور و به این ستم پرتاب شدم این طرف. چون این رو من میدانستم جناب بهبهانی، این بود که در از ابتدا که رفتم روی آنتن با پرچم شیر و خورشید بود و مشرب سیاسی خودم رو هواداری پادشاهی پارلمانی اعلام کردم. باز یه ذره برگردیم به عقب، به سال 2012 که شورای ملی به سخنگویی شاهزاده رضا پهلوی اعلام موجودیت که شما همه بودین و همه در اون مقطع فعال بودین، من داخل ایران بودم هنوز، سال 91 میشه. خب به محضی که این اعلام شد، من خوبی آدمه که اون موقع من با علیرضا نوریزاده ماهی یکی دو بار تلفنی صحبت میکردم، چون گفتم ایشون اولین کسی بوده که خبر ترور اردشیر و حسین‌پور رو که به دست جمهوری اسلامیه، یعنی دیگه دچار تحلیل اشتباه یا خبر غلط یا خبر دست دوم و اینها هم نشد، مستقیم از سر صحنه بهش زنگ میزنن. بعد از دو سه سال که من ارتباط تلفنی با ایشون برقرار شد، یادمه که یک روز سال 91 بود، یک روزی بود از پیفون و با یه پروسه‌ای که دو تا کارت یه بین‌المللی یه کارت شهری داشته باشیم و بیشتر از 3 دقیقه حرف نزنیم و هر دفعه از یه شهری دوروبر اصفهان که کدش فرق میکرد زنگ بزنیم، و همسرم هم اون موقع هنوز حالش در حدی بود که با من بیاد و مثلا بیسته نزدیک پیفون و مثلا مواظب من باشه. اون موقع هم تلفن به خارج از کشور و به مثلا تلویزیون‌های اپوزیشن و اینا مثل حالا نبود، یعنی اینقدر لوس نشده بود همه چیزی و کار مشکلی بود واقعا، یعنی یه کار سیاسی حساب میشد. به هر حال اینقدر صادراتی نداشتیم، اینقدر مراودات و مناسبات دوستانه با عناصر حکومتی نبود. به هر حال من یادمه که گفتم دکتر جان، من و علی رو، شوهرم علی دایری، ما رو توی شورای ملی ثبت نام کن. گفت حتما پاسپورتاتون رو اسکن کن برای من بفرست. و من پاسپورت، همون پاسپورت هایی که الان اینجا اکسپایر شده و دارمشون همچنان، اینا رو اسکن کردم که من و همسرم رو به عنوان همبند ساده شورای ملی ثبت نام کنم. یعنی تصمیم خودم رو برای اعلام مشرب سیاسی گرفته بودم آگاهانه، چراشم روشن بود. حالا اومدیم بیرون و در طی ترکیه هم که بودم همبند ساده بودم، 100 یورو هم حق همبندی تقدیم کردم، قابلی هم نداشت، شاهزاده اونجا در اون موقع فعال بود، به هر حال حضور داشت. بعدش هم که شاهزاده اومد بیرون، منم به عنوان بازی همبند ساده اومدم بیرون. مسئله شورای ملی ما نداریم، مسئله این گفتمان پادشاهی پارلمانی رو داریم که من به اون این رو انتخاب کردم و همچنان بهش وفادارم. یکی از علل، یعنی علت ثانویه محدود شدن من هم اینه، من زنی دارم، صدایی دارم، دادخواهی دارم که با حداقل 20 میلیون جامعه فعال و کارآمد ایران مشترک. ماجرای برادرم برای اونا، یعنی یا خودشون این درد مستقیم رو دارن یا اینکه این ماجراها و شبیه به این براشون مهمه، ترورهای زنجیره براشون مهمه، قطعهای زنجیره مهمه، ترورهای هسته‌ای مهمه، بچه‌های کشته شده اعدامی مهمه. حداقل این 20 میلیون جمعیت فرهیخته و فعال ایران رو تشکیل میده و من با اونا بچه مشترک و فصل مشترک دارم. اون وقت بعد مشرب سیاسی من یه چیزی باشه که خیلی از آقایون مالکشان خوششون نمیاد، حتی آقایون خانوها، طبیعیه که من به طور مضاعف محدود میشم و دور نگه داشته میشم.
این تحلیل خود من هست، به وضوح هم علتش رو ببینید. بعد از اینکه جناب مصداقی در مورد ماجرای مازیار ابراهیمی به حق گله کرد، گفت منبع خبر منم، فعالش منم، پیگیر و پژوهشگرش من هستم، شما آقای بی بی سی، آقای ژیار گل، مصاحبتم خوب بود، تو هم آدم شریفی هستی، اما چرا برای این کار سراغ من نیومدم؟ و راست میگه. بعد از اون و بعدم به عنوان کارشناس دیگرانی رو میبرن اونا باز هم. اینقدر آقای مصداقی از همین تریبون میهن تیوی گفت که گفت آقا من سورس این ماجر، ریز داستان رو من روایت کردم و پیش منه، شما چرا میرید به این حاشیه ها میپردازید؟ که بالاخره خوشبختانه مجبور شدن، به قول خود جناب مصداقی گفت بلکه جنس جور باشه باید از ایشون و همسایشون دعوت بشه دیگه، آمدن و صحبت کردن. دو تا از کارشناسای سابقا اصلاح طلب بی بی سی، سابقا، ما امیدواریم فقط سابقا اصلاح طلب بوده باشن دیگه، الان نباشه، به نام آقایان حسین باستانی و آقای مهدوی آزاد، فکر کنم مهدی مهدوی آزاد، اینها زنگ میزنن به جناب مصداقی و ضمن اینکه یعنی به حق و خب شجاعانه عذر تقصیر میارن که بله ببخشید اگر ما رو دعوت کردن، ما مثلا بی بی سی ما رو دعوت کرد تو این مقوله‌ای که حق یک متقدمه بیاد نظر کارشناسی بده تو این زمینه، مصداقی متقدمه، اینها عذرخواهی کردن. بعد گفتن حالا ما میفهمیم خانم حسین‌پور در تمام این سالها که فریاد زد چی گفته. من اصلا نه با آقای حسین باستانی نه با آقای مهدوی که ارتباطی ندارم، معلوم از همین فضای مجازی، همین مصاحبه‌های اندکی که از این سو آن سو انجام دادم و خب قدردان همشون هستم، هر تلویزیونی، هر برنامه سازی به من امکان ارتباط با ملت رو داده، با ملت ایران، با خواهران و برادران و ملت خودم داده، من قدردانم، هر تلویزیونی، هر کسی، ولی یک گروه هم که ندادن طبیعتاً من طلبکار اونا هستم. ماجرا این است جناب. بسیار جالب بود، ممنون از همه مهرت، از همه تقلاها و کوششهایت. بله، امیدواریم که از هفته آینده بتوانی سکان این برنامه رو به دست بگیری، مهمانانت رو دعوت کنی، ما هم اینجا لذت ببریم از برنامه خوب شما. بسیار ممنون و متشکرم. سپاسگزارم. یک پیام پایانی دارم جناب بهبهانی. هموطنان عزیز خارج نشین، تبعید شده، جلای وطن کرده، زمان حمایت جدی و آشکار از مبارزات ملت، ملت خودمون، ملت ایران، هموطنان ما. بتالت، بیتفاوتی، ناامیدی، مصلحت اندیشی، هر چیز دیگری زمانش به سر اومده و بایستی که علناً و در میدان با حضور جدی این کار رو انجام داد، هم برای دلگرمی مردم داخل، هم برای انعکاس صدای اونا در خارج، جلب نظر رسانه ها. این کار الان یک سری بچه ها دوستان در اروپا این کار خیلی خوب دارن انجام میدن، اون چیزی که در حد توان و ادعای من میتونه باشه، این که ما در لس آنجلس، در این شهری که به قول یکی از دوستان میگفت شهر فرشتگان شاخدار هست، اینه هستشون اینجا، و مزدورای جمهوری اسلامی بسیارن، لابی های جمهوری اسلامی بسیارن، کسانی که از الان نگرانن که ای وای اگر جمهوری اسلامی افتاد ما چطوری دکانمون رو اداره کنیم، خیلی هستن، ولی وطن پرستان، آدم های دلسوخته، با وجدان، فرهیخته هم کم نیستن، اینو باید به هم بپیوندن. لطفا این یک شنبه پیش رو که به طور خاص برای حمایت از قیام ملی براندازانه، بنزین بهانش بود ولی یک قیام براندازانه، یک قیام ملی است، برای حمایت از این حتما این یک شنبه رو جمع بشیم از ساعت 1، من خودم اونجا هستم این یک شنبه. جناب بهبهانی، شما اینقدر گفتین چهارشنبه های خوشبختی که هفته قبل، این چهارشنبه برای همه دادخواهان و داغداران روز فرخنده ای بود، یک جنایتکار بعد از 31 سال توی سوئد گرفتن، منم اینقدر گفتم یک شنبه براندازی، 102 بار رفتم جلوی فدرال بیلدینگ و گفتم یک شنبه های براندازی است، دوستان جمع بشید و اینجا به عنوان برانداز اعلام موضع کنید.
اومدن 3 تا اومدن 4 تا اومدن گاهی 40 تا گاهی 100 تا گاهی دوباره خودم تنها شد 102 تا. این یک شنبه هم همه میرن، هر مشرب و گروه و دسته و سازمان و لوگو مهم نیست، طبق معمول خب منم هستم دیگه. یک شنبه براندازی رو اینجا ما در لس آنجلس گفتمانش رو آغاز کردیم که اعتزام از 3 سال قبل که من وارد آمریکا شدم. اعتراض معنی نداره، ما دیگه باید با گفتمان براندازی پیش بریم، نه با گفتمان اعتراضی، نه با مطالبات حداقلی. این رو لطفاً حتما بیایید و ادامه بدیم. یک شنبه ها رو ما اینجا داشته باشیم تا این همه رسانه محلی داره در لس آنجلس و رسانه و سی ان ان داره و رسانه های سراسری داره، پوشش بده این حمایت ما رو از داخل کشور. این یک. و دو، پایداری در دادخواهی هموطنان فراموش نشه. کسانی که با طنز، با شوخی، با برخی با نیت سو گفتن این هر جا میره عکس برادرشو میبره، دیدین فایده داشت؟ دیدین پایداری لازمه؟ دیدین اصلاح طلبا رفتن الگو از من گرفتن؟ و به حق من در این باره خوشحالم، ولی سعی کردن عکس شهدایی رو که به نفع خودشون موذیانه و خائنانه به نفع جبهه خودشون میخوان ازشون بهره برداری سیاسی بکنن، عکس اونا رو دادن دست مادرهاشون و خانواده هاشون. پس لازمه عکس جان باختگان در داخل کشور به همراه خانواده ها باشه. اینها نماد دادخواهی ماست و هیچ عقب نشینی در این مورد نداریم. سپاسگزارم از شما. آها، این آقای مهاجرانی، این مالکش اعظم، مثل ظریف دیگه، ظریف رو دوستان میگفتن مالکش اعظم، مهاجرانی حالا شاید مالکش صغرا باشه، مالکش احقر میشه، نه اگر بخوام چیزش رو بیارم دقیقا یعنی هم وزنش رو بیارم، اون اعظم میشه، این میشه احقر. این آقا دیدیم که چه موضع سخیف و شریرانهی در برابر مبارزات مردم گرفت، براندازان رو چه نامید، و پاسخ این رو هم ما در زمان مقتضی خواهیم داد. اون و بسیارانی که الان از سقوط جمهوری اسلامی به تکاپو افتادن باید بدونن که پاسخ میلیون ها ایرانی چون من رو در داخل و خارج به زودی خواهند داد در محکمه های جهانی. و همینطور که جناب کاوه موسوی که روی پرونده اردشیر حسین‌پور و این سری از جنایت ها دارن کار میکنن اعلام کردن، همه خانواده های جان باختگان مدارک و شواهدشون رو و اسامی و مشخصات جان باختگان رو به محاکم بین المللی منعکس کنند از همین الان. سپاسگزارم جناب بهرام. متشکرم از شما. با سپاس و صد سپاس تا هفته آینده چهارشنبه دیگه. ممنون از شما خانم. بدرود. بهها شنیدیم دوستان فرمایشات خانم محبوبه حسین‌پور. من فهم می کنم این یک مقدمه بسیار خوبی بود برای اینکه آشنا بشیم با این شخصیت، کیست، چه می کند و اصلا چه هدفی رو دنبال می کند. بهها قرار شده که از هفته آینده بعد از برنامه آقای مصداقی، خانم محبوبه حسین‌پور هم همراه ما باشند و بتونیم از تجربهش استفاده کنیم. ممنون و سپاسگزار شما هستم. اپلیکیشن میهن یادت نره دانلود کنید، شبکه های اجتماعی رو مشترک بشید، لینک ها هم لایک کنید و شیر کنید و بعد هم حمایت مالی حتما حمایت کنید. به کوری چشم این حاسدان و قاسبان شما حمایت کنید. ممنون از شما.